بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه آموزش زبان عربی در درس 92 کتاب العربیه بین یدیک الثانی و تسعون هستیم. الثانی و تسعون من کتاب العربیه بین یدیک مجلد الاول في الوحدة السادسة عشر در بخش شانزدهمش که در زمینه العطل بود. العطل معنای تعطیلات بود. سه تا گفتگو رو در درس قبل با هم شنیدیم که در این گفتگوها تونستیم کلمات تازه و اصطلاحات جدیدی رو که متعلق به سپری کردن ایام تعطیلات و جاهای مختلفی که میشه انسان در تعطیلات مسافرت بکنه و به همین صورت فعالیت های متعددی که میتونه در ایام تعطیلات انجام بده رو ما در ضمن درس گذشته گرفتیم و یاد گرفتیم. در این بخش در کتاب که درس 92 هست، الثانی و تسعون هست، در واقع همون مفردات یا همون واژه ها یا همون کلماتی که قبلا خوندیم رو نوعی تکرار انجام میده تا اینکه ما در زمینه تثبیت این واژه ها در ذهن خودمون تمرینات بیشتری رو انجام داشته باشیم، داده باشیم. اولین واژه‌ای که آورده طلاب هست. طلاب معنای دانشجویان، طالب معنای دانشجو هست، تلمیز دانش آموز هست، تلامیز دانش آموزان. گاهی هم طلاب رو عموم به کار میگیرن، هم برای دانشجو هم برای دانش آموز، ولی در عربی معاصر یا در اصطلاح روز طلاب برای طیف بالاتر از دبیرستان اطلاق میشه، یعنی برای دانشجو طالب میگن و جمعش میشه طلاب، برخلاف اون چیزی که ما در عربی فقط به اون کسانی که در علوم دینی علم حاصل میکنن بهشون میگیم طالب. در غیر این صورت واژه‌های مختلف فارسی رو به کار میگیریم مثل دانشجو و دانش آموز. به هر حال دانش آموز هم معادلش در عربی تلمیز هست که میشه جمعش تلامیز. واژه بعد فعل یساعد هست. ساعد یساعد و انا اساعد و انت تساعد و نحن نساعد و هو یساعد. الفعل الثانی یسافر. سافر یسافر و یسافر بالجو، یسافر بالبحر، یسافر بالبر. سه موردی که میتونه سفر وجود داشته باشه، بالبر و البحر و الجو، سفر دریایی، هوایی، زمینی. و فعل بعد یقترب، نزدیک میشه. اقترب یقترب و نزدیک شدن. نقترب نزدیک میشویم. هو یقترب و هی تقترب. جوال به معنی گفتیم گردشگر هست و جوال هم گفتیم به معنی موبایل استفاده میشه عموماً به خاطر تحرکش و جابجا شدنش. به همین صورت زکات الفطر که اصطلاحی هست شرعی که بعد از ماه مبارک رمضان پرداخت میشه. فقرا جمع فقیر هست، نیازمندان. صاع هم مقداری هست از مواد غذایی که در حدود 2 کیلو هست. شخص هم یعنی فرد. مکتبات هم جمع مکتبه هست که به معنای کتاب خانه ها. این کلمات رو هم با هم میشنویم بعد ادامه میدیم. الوحدة السادسة عشرة، العطلة، الدرس الثاني والتسعون، المفردات. انظر واستمع وأعد. طلاب، يساعد، يسافر، يقترب، جوالة، زكاة الفطر، فقراء، صاع، شخص، مكتبات. بله، كلمات بعد رو ما در زمین این صفحه داریم که این کلمات هم بعضی هاشون تا حدی آشناس براتون، مثل واژه مزرعه که در
کشتزار که در فارسی هم کاربرد داره، ولی اضحیه جمع اضاحی هست، جمعش اضاحی هست. اضحیه به معنای قربانیه که لزومی نداره گوسفند باشه، میتونه هر چیزی باشه. متاحف گفتیم به معنای آثار باستانی، یا موزه ها. نهر النیل هم که رودخانه نیل، جبال هم جمع جبل هست، یعنی کوه ها. العاصمه یعنی مرکز یا پایتخت. فریق معنای تیم، فریق کرة القدم یعنی تیم فوتبال، فریق کرة الطائره، تیم والیبال، به همین صورت فریق کرة السله، تیم بسکتبال. یحج حج میکنه، نحج حج میکنیم، تحج انت حج میکنی، یعتمر هو عمره میکنه، یعنی انا اعتمر و هی تعتمر و انت تعتمر و نحن نعتمر. بلد هم به معنای شهر یا منطقه مسکونی هم به طور عموم بهش میگن بلد. این کلمات هم باز با هم گوش میکنیم تا اینکه بهتر تمرینی روی تلفظ صحیح اینها انجام بشه. فقط سعی کنید که پشت سر تلفظی که انجام میشه شما هم تلفظ کنید. مزرعه، اضحیه، متاحف، نهر النیل، جبال، العاصمة، فريق، يحج، يعتمر، بلد. بله، این بخش کلمات رو یاد گرفتیم با هم. تمرین بعدی که در این درس وجود داره میگه که ضع علامته علامت ضرب علی الکلمه الغریبه فی کل مجموعه. ما در هر مجموعه ای 4 واژه داریم که یک واژه با بقیه واژه همخونی نداره، یعنی از یک خانواده نیستند. اگر معنای واژه ها رو بفهمید تشخیص دادن خیلی آسون هست که کدوم یکی از این واژه ها در ضمن این 4 با بقیه همخوان نیست، غریب هست، یعنی ناهمگون هست، ناهماهنگ هست از نظر معنوی. مجموعه اول اصدقاء، فقراء، اولاد، جبال. اصدقاء جمع صدیق، فقراء جمع فقیر، اولاد جمع ولد، فرزند هست، اولاد، فقراء، فقیر بازم افراد هستن، اصدقاء هم بازم افراد هستن، اما آخرین واژه جبال شی هست به معنی کوها. در نتیجه جبال نامانوس هست، اینا همشون موجودات زند انسان هستن و جبال هم شی هست. میایم مجموعه دوم، شعبان، ذوالحجه، جوال، شوال. شعبان، ذوالحجه، شوال هر سهشون اسم ماه هست، اما جواله گفتیم که اسم انسان، وصف انسان هست که بنا گردشگر، که در اینجا ما میتونیم جواله رو به عنوان کلمه غریب تلقی کنیم یا نامعنوس. المجموعه الثالثه، قریتون، عاصمتون، مدینتون، اضحیتون. قریه محل مسکونی هست، عاصمه محل مسکونی هست، مدینه بعدم محل مسکونی یا محل تجمع انسان ها هست. قریه محل تجمع انسان ها هست، عاصمه هم محل تجمع انسان ها، مرکز شهر هست، شهر مرکزی، و قریه روستا هست. اگرچه گفتیم در زبان عربی قریه به شهر با هومه شهر قریه اطلاق میشه، فقط به روستا اطلاق نمیشه. اگرچه در عربی معاصر به روستا قریه گفته میشه، و در زبان عربی کلاسیک یا عربی قرآن به شهر و هومه شهر قریه اطلاق میشه. این واژه رو شما در قرآن میتونید در نظر بگیرید که فقط معنی فقط معنی قریه روستا نیست. مدینه معنی شهر هست که مرکز شهر رو میگن مدینه. اضحیه معنی قربانی هست. در بین این کلمات 4 اضحیه که اسم یک موجود زنده هست با
سه مورد قبل که اسم جای مسکونی هست با هم همخون نیست. در نتیجه ما میتونیم اضحیه رو به عنوان کلمه غریب بشناسیم. میاییم تمرین دوم، صل بین الکلمه و صوره المناسبه. اینجا هم تصویر روشن هست، ببینید کلمات هم که تقریبا معناش براتون باید روشن باشه. نهر به معنای رودخانه، معنی نهر. نتی نشوف ای واحد من هذه الصور تنطبق، ها صورة ها تنطبق مع نهر. متاحف، متاحف جمع متحف گفتیم، متحف معنای موزه هست. کدومی که از اینها میتونه همخونی داشته باشه؟ جیم. جبال جمع جبل، جبل یعنی کوه، جبال یعنی کوها. مزرعه جای مزروعی که با واو هماهنگ هست. فقرا با خونهای فقیر رو نشون میده. اضحیه قربانی که در دال این موضوع روشن هست. این کلمات هم تقریبا معانیش رو تونستید مراجعه کنید. میاییم تمرین بعدی که واژه هایی هست در ضمن این تمرین که این واژه ها رو ما به عنوان مفردات اضافی تعریف کرده. مفردات اضافی در اینجا آورده در واقع معرفی 12 ماه عربی هست. 12 ماه عربی رو عموما باید حفظ داشته باشیم، ولی کسانی که حفظ ندارن میتونن با این ترتیب یاد بگیرن که اولین ماه ماه محرم هست. محرمی که به عنوان ماهای حرام شمرده میشه در واقع اولین ماه سال هجری تلقی میشه. گذاشتن این ماه هم در واقع به عنوان اولین ماه سال برمیگرده به تصمیمی که مسلمانان در دوران خلافت راشده حضرت عمر فاروق گرفتن برای اینکه چه ماهی رو و چه سالی رو مبدا تاریخ قرار بدن، که مبدا تاریخ رو هجرت قرار دادن و محرم رو اولین ماه سال مقرر نمودن. اولین ماه گفتیم محرم هست، دومی ماه صفر هست، و سوم ربیع الاول، چهارم ربیع الاخر یا ربیع الثانی. ما میگیم ربیع الثانی و ربیع الاخر در عربی گفته میشه. الخامس جمادی الاولا و السادس جمادی الاخره یا جمادی الثانی، هر دو تا رو به کار میگیریم. الشهر السابع رجب، الثامن شعبان، و التاسع رمضان، و العاشر شوال، والحادي عشر ذو القعدة، والثاني عشر ذو الحج حجة. ذو الحجة آخرین ماه سال به شمار میاد، با حج سال خاتمه پیدا میکنه. این ترتیب سالهای هجری هست. ماه محرم و ماه هفتم که رجب باشه، ماه ذو القعدة ذو الحجة جزو ماهای حرام هست، یعنی ماهایی که درش جنگ کردن، درگیر شدن حرام هست. خب میاییم در تمرین بعدی، بعد از این که 12 ماه رو معرفی کرد میگه رتب شهور العربیه. الان 12 ماه رو آورده میگه اینا رو ترتیب بدید، باید ترتیب بدید بر حسب اون چی که بالا برامون ترتیب داده بود. اول بود محرم، بعد از این خود به خود میاد سفر، بعد از سفر ربیع الاول، بعد ربیع الاول ربیع الثانی یا ربیع الاخر، و بعدش جمادی الاول، بعد جمادی الثانی. جمادی الثانی یا جمادی الاخره میشه ماه ششم، ماه هفتم رجب، و السابع الثامن شعبان، و رمضان ماه نهم میشه، التاسع و ماه یازدهم شوال، العاشر شوال، و ذو القعده یازدهم، الحادی عشر، و آخر الشهر لأشهر الهجریه ذو الحجه، ماه حج هست. در اینجا آخرین تمرینی که در این بخش از کتاب داریم
باز هم تمرینی در زمینه همون ماها هست که تمرین اول میگه که ببین کدوم یکی از این ماها قبل یا بعد از ماه دوم هست. اگر قبل هست بنویس قبل و اگر بعد است بنویس بعد. میگه اکمل الفراغ به قبل او بعد، جای خالی رو با قبل یا بعد پر کنید. ببینید رمضان قبل از شوال هست یا بعد از شوال هست. خب به طور طبیعی بعد از رمضان شوال میاد، در نتیجه ما اینجا باید بگیم رمضان قبل شوال هست، شوال بعد از رمضان میاد و رمضان قبل شوال. سفر ربیع الاول، سفر ربیع الاول، محرم سفر ربیع الاول، ربیع الثانی محرم ماه اول است، سفر ماه دوم است، ربیع الاول ماه سوم است، در نتیجه سفر هم قبل از ماه ربیع الاول هست. الخامس ذو القعده، ذو القعده ذو الحجه آخرین ماه است، شوال قبلشه، شوال میاد بعد از این میاد ذو القعده. السابع جمادی الاخره، به طور طبیعی جمادی الاخره بعد از جمادی الاولا هست، اول میگه جمادی الاولا بعد میگه جمادی الاخره. رمضان شعبان طبیعی هست که اول میاد شعبان بعد رمضان، یعنی رمضان بعد شعبان. الرابع سفر محرم، سفر اول محرم و بعد سفر، سفر بعد از محرم هست، محرم میاد بعد از این سفر میاد، در نتیجه سفر بعد المحرم. جمادی الاخره این هم که قبل رجب هست، بعد از جمادی الاخره میاد رجب، شعبان، رمضان. و رجب هم قبل از شعبان هست، رجب، شعبان، رمضان. این هم بود بخش اولی، تدریب دوم بود. تدریب سوم اجب عن الاسئله، سوال هست جواب سوال ها رو بدید. متى يصوم المسلمون، متى يصوم المسلمون، المسلمون يصومون في رمضان، يصوم المسلمون في رمضان. فعلی که اینجا وجود داره مفرد هست، يصوم المسلمون، به خاطر اینکه اسم بعد از فعل اومده. اگر اسم قبل از فعل می اومد، فاعل قبل از فعل می اومد، بعد فعل جمع می شد. متى المسلمون يصومون، اگر مسلمون قبل اومد بعد میگفتید یصومون، اما چون بعد اومده میگید متى یصوم المسلمون و میگی در جواب میگید یصوم المسلمون، اما اگر مسلمون اول آورید میگید المسلمون یصومون، نمیگی یصوم، یصومون فی رمضان. متى الحج، خب طور طبیعی حج در ذو الحجه هست. ما اول شهر عربی، اولین شهر ماه عربی چی هست؟ محرم. هذا ایضا واضح. ما آخر شهر عربی، آخرین شهر عربی هم گفتیم ذو الحجه هست. سالهای بعد پنجم، ششم، هفتم و هشتم بستگی به هر کشوری داره. میگه فی ای شهر تبدأ الدراسه، در کدوم ماه درس کلاس شروع میشه، کلاس درسی یا دوره سال تحصیلی شروع میشه. سال تحصیلی در هر کشوری بر اساس نظام تحصیلی هست. در کشورهای عربی که بر اساس ماهای قمری فعالیت میکنن، اول ماه محرم اول سالشون هست و کلاس ها هم در این صورت محرم شروع میشه. فی ای شهر تنتهی الدراسه، اون هم باز هم در ذوالحجه، قبل ذوالحجه تموم میشه. بستگی به هر کشوری داره. فی ای شهر تبدأ الاختبارات، در کدوم ماه امتحانات شروع میشه. گفتیم اختبارات به معنای امتحانات هست، اختبار یعنی امتحان. فی ای شهر تبدأ العطله، در کدوم ماه تعطیلات شروع میشه. تبدأ العطله، عطله گفتیم مؤنث است و باید فعل تبدأ یا فعل مؤنث، صيغه مؤنث رو به کار بگیریم. یبدأ مؤنث مذکر هست، تبدأ مؤنث است. فی ای شهر تبدأ العطله، در کدوم ماه تعطیلات آغاز میشه، که گفتیم باز هم در هر کشوری بر حسب تقویمش اختلاف وجود داره. این بود مجموعه واژه‌هایی که ما در این بخش از درس خوندیم. ماهای هجری رو انشالله که حفظ کنید، یاد بگیرید، که بخشی از فرهنگ اسلامی ما هست و در این حال که جزء فرهنگ اسلامی ما هست، برای افهام و تفهیم هم در بحث
نقل انتقال مطلب خیلی موارد کاربرد بسیار زیادی در کشورهای اسلامی داره، اگرچه ما متاسفانه ماهای شمسی رو به کار میگیریم، ماهای قمری رو کمتر استفاده میکنیم، مگر در ماه رمضان که سر کارمون با این ماه زیاد هست یا ماه ذوالحجه. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم تا برنامه دیگه و درس دیگه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.